صبحتان بخیر، خوش آمدید. بیننده برنامه تندر به گونه زنده از نورین هستید. امروز هم در برنامه تندر روی اطلاعات افغانستان خواهیم پرداخت. اطلاعاتی که بیشتر مرتبط به وضعیت سیاسی افغانستان است. تازه‌ترین اطلاعاتی که در 24 ساعت گذشته دست به دست شده، ما یک به یک این اطلاعات به شما به خانش میگیریم. در تازه‌ترین مورد که دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته قندوز سقوط نکرده، بلکه طالبان به خاطر گرفتن عکس یادگاری داخل شهر قندوز شدن. این حرف جناب سخنگوی وزارت دفاع افغانستان است. رئیس جمهور غنی در بروکسل گفته که مشکل زنان فرهنگ مردسالاری در حکومت است. این هم حرف بعدی. خبر تازه که خیرم در داور از برای وضعیت مهاجرین گفته متاسفانه حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا توافق کرده است که مهاجرین را از سر تا سر کشورهای اروپایی اخراج خواهد کرد. این در حالی است که در ابتدای حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی به آلمان سفر داشت. در اونجا هم گفته بود که مهاجرین در اینجا آمدن قاپشویی میکنن، در حالی که معلوم نشد تک تعدادی که رهبران در حکومت وحدت ملی وجود داره اینا هم در کشورهای بیرونی کار کردن و فعالیت کردن و اینا هم به قاپشویی متهم هستند. بیشتر که برچپ قاپشویی را با آقای احمد کرزی میزنن. در بحث حادثه قندوز صحبت های را ما ادامه خواهیم داد که تازه‌ترین گزارش ها از خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما در تازه‌ترین مورد واکنش جمعیت اسلامی به اعلامیه حنیف اتمن که در چندی پیش شورای امنیت ملی افغانستان اعلامیه را منتشر کرده بود در پیرامون که با آقای احمد کرزی به مساوی زعیم ملی شورای امنیت ملی آقای احمد کرزی خوانده بود. اما زعیم ملی وقتی که میگن کدام مردم آمدن آقای کرزی زعیم ملی ناتعیین کردن. جمعیت اسلامی گفته که ما از آقای کرزی نخواسته بودیم که در گرامی داشت از شهادت استاد بزرگوار صدر بنی شهید اشتراک بکنه، ولی اصرارهای مکرر آقای احمد کرزی بود که در این نشست آمدن اشتراک کردند و این خبرم در حال نشر شد که شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه در این مورد صحبت های را مطرح کرده. اما بحث را که خود آقای اتمر مطرح کرده بنابرای با وجود خودش در پست کلان حکومتی هم فعالیت میکنه، ولی موقف گیری های شورای امنیت ملی افغانستان خیلی یک جانبه بوده و بیشتر این موقف گیری ها به نفع آقای کرزی بوده. ما نمیدانیم که از کرزی چه چکیده و چه ریخته که بیشتر اقتدار برش علاقه مند است. جنگ قندوز جنگ سیاسی قومی است، نه جنگ طالبان. آقای جاوید کوهستانی در تازه ترین تحلیلش نوشته کرده که جنگ قندوز جنگ قومی است، نه جنگ بین طالب و حکومت افغانستان. تا زمانی که در حکومت مرکزی توافق درست و اتحاد درست شکل نگیره، هیچگاه بخش از ولایت افغانستان از جنگ به دور نخواهند بود، بلکه جنگ هر روز افزونتر و شعله جنگ هر روز افزونتر خواهد شد. صحبت هایی را که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در بحث قندوز مطرح کرده بود خبر خیلی جالب، خیلی تمرکزآمیز و خیلی خنده‌آور خبر است. گفته که طالبان عمله نکرده بودند، بلکه طالبان به چوک قندوز آمده بودند برای گرفتن عکس یادگاری و بعد دوباره رفتند، ولی تلفات سنگینی که به طالبان وارد شده و مهمات و تجهیزات امکاناتی که طالبان به جا ماندن نشان دهنده از این است که باز یک بار دیگر طالبان با تمام تجهیزات و امکانات وارد قندوز شده بودند. بحث های دیگر هم از قندوز میرسه که خیلی تکان دهنده است. گفتن که طالبان در بخش های از شهر قندوز وقتی تصرف کرده بودن و گرفته بودن، پسی که در 24 ساعت گذشته نیروهای کماندوی حکومت وحدت ملی و حکومت افغانستان آمدن، نیروهای کماندوی ما عملیات ویژه‌ای را انجام دادن. در این عملیات تلفات سنگین به طالبان وارد شده و طالبان بر این که عقب نشینی بکنند خانه ها، جاده ها و جاهای تجارتی را همه‌اش با آتش کشتن. یعنی قندوز در حالت نابودی قرار داره با وجودی که نیروهای ما گرفتن، ولی خسارات انگفه بر شهروندان قندوز از زیربنای اقتصادی هم صورت گرفته. کسانانی که باغدار زمیندار هستند شکایتشان در حد بلند است. گفتن که ما امسال نتانستیم از قندوز در فصلی که قرار داریم با تاسات خود جمع آوری میکردیم نکردیم، چون جنگ خیلی شدت داشت و تعداد زیاد از خانه های خود رها کردند. طالبان تنها شهروندان قندوز که سلاح به دست دارند و از دیگر کشورها وارد افغانستان شدند. در جنگی که تازه ترین تصاویر به دست ما قرار گرفته بود که صورت گرفته بود، در این جنگ عکس‌های از چچنی ها، عربی ها و پاکستانی هم وجود داشته که در جنگ قندوز اینا اشتراک کرده بودند و با آتش کشیدن مزرعه های مردم، خانه های مردم، تکان دهنده ترین خبر از قندوز است. در قندوز فاجعه انسانی رخ داده. هر آن کسی که از این قضیه انکار میکنه، جفا در هر حق شهروند قندوز است که در اونجا زندگی میکنه و اعضای خانواده شه و زمین و جای خانه و همه شده زده و همش به مخروبه و خاکستر تبدیل شده. تصاویری که در 24 ساعت گذشته دست به دست شد نشان دهنده از این است که طالبان عقده‌مندانه در شهر قندوز برخورد کردن و این عقده‌شان برخواسته از عقده قومی است و جنگ در قندوز بر بحث
یک قومی گرایش بیشتر پیدا کرده. چون زمانی که قماندانای محلی که مربوط حزب جمعیت اسلامی افغانستان میشن، اینا زمانی که فعالیت میکنن با سکتات میه به نام جنگ سالار و قماندان محلی، اون و آن اینا را تحت شعاع قرار میده و در حالتی که قندوز در دشوار قرار میره، ولی فرار میکنه، قماندان هم یک طرف دیگر میره و تمام نهادهایی که مسئول دارن باید از قندوز دفاع بکنه، اینا قندوز را تنها رها میکنه. این در نشان دهنده از است که در قندوز یک تعداد میخوان که قندوز بین امتیاز خاک خون و متعادلات کشانیده شد و این نشان دهنده از ترکیب سهیم اعضاب سیاسی در قدرت است که در قندوز هم سهمیه بندی شده. بنابراین ما با یک وضعیت فاجعه آمیز روبرو هستیم. چرا آقای عبدالله توجه نکرد و ریاست اجرایی توجه نکرد که یک ولی مدبر و کسی که از ساختارهای خودشان می بود و اعتراف میکرد به اعتقادات و باورهای حزبیشان، یکی از این افراد در اینجا گماشته میشد. امروز اگر ما این قضیه را مطرح میکنیم که چرا ریاست اجرایی در این مسئله توجه نمیکنه، چون سهمیه بندی های که صورت گرفته در این سهمیه بندی های خطر خیلی نامنی در افغانستان اسم میشه و باید به این خطر حکومت وحدت ملی و مستقیما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اقدام بکنه. کشور در چنگال نابسامانی های سیاسی، این نابسامانی های سیاسی برگرفته از یک خلط سیاسی در افغانستان است که این خلط سیاسی گاه گاه در قضای ملی ما کوتاهی میکنه و کوتاهیش مثال های زنده شما قندوز داریم، ننگرهار داریم و هلمند داریم. تاسیسات عامه مردم را آتش زدند. طالبان در تازه ترین بخششون که در شهر قندوز دسترسی داشتند، تاسیسات عامه مردم و امکانات مردم اینا همه ایشان با آتش کشند. در نشست بروکسل چه حادثه رخ میده؟ سرنوشت مردم چی خواهد شد در نشست بروکسل؟ توافق حکومت وحدت ملی با در نشست بروکسل کرده برای بحث مهاجرین گفته دوباره ما مهاجرین قبول میکنیم و دوباره پس به افغانستان باید برگشانه شوند. در این حال 20 میلیون یورو به حس میکنم، 20 میلیون یورو اتحادیه اروپا هم کمک خواهد کرد به حکومت وحدت ملی. یک بخش قضیه تا دقایق دیگر برمیگردیم. یک میان برنامه کوتاه میگیریم. همکارم آقای لطفالله محمدی در استودیو با ما خواهد بود و روی تازه ترین اطلاعات بیرون از افغانستان صحبت خواهند کرد. یک من برنامه میگیرم. اطلاعات دیگر تازه هم در تندر امروز ما وجود دارد. در قندوز وقتی که طالبان حضور پیدا میکنن، دقیق اولین کارشان این میکنن که اکثر قهرمان ملی افغانستان را پاهان بکنن و تصاویری که مرتبط جمعیت میشه بیشتر و تصاویری که بیشتر از رهبران میشه اینا رو میان پایان میکنن و بعد به رهبرانی که مرتبط یک قوم دیگه میشه اینا سر کار نداره. اینا نشون دهنده از یک نوع تفکری است که برای دین در پیچکاری شده و به اهدافی که اینا به قندوز فرستاده میشن و بعد این اهداف در قندوز دنبال بکنه و یک به یک این کار انجام بدن. ما زمانی که آتش کشیدن خانه های مساکن و امکانات عامل منفی مردم هم بینیم به وقتی به آتش کشیده میشه، عین قضیه شمالی که زمان طالبان به صرفا به شمالی حضور پیدا کردن، تاک، باغ، حیوانات، مواشی، زمین، همه اینها را اینها با آتش کشیدن و این نشان دهنده از همون تفکر طالبانی است که برای نابودی شمال افغانستان دست پاچه برسدن. و مسئله دوم هم که بیشتر در موردش صحبت شده، گفته کنفرانس بروکسل برگزار شد، تعهد جامعه جهانی، نگرانی از جان و مال خبرنگاران در افغانستان. تنها قشری که بیشتر آسیب میبینند بس خبرنگاران است. این ما را به این مسئله مطرح نمیکنیم که خود ما مسابقه یک خبرنگار هستیم، ولی حقیقت جامعه همین گونه است. در افغانستان خبرنگاران معامله میکنند، خبرنگاران در افغانستان با تهدید مواجه هستند. اینها از کارهایی است که در 13 سال در افغانستان به نوع اوج پیدا کرده و اوج گرفتن این مسئله به پیکر عظیم جامعه که یک بخشش از خبرنگاران در رسانه‌های مختلف افغانستان کار میکنند، صدمه با پوزشتم صدمه خیلی شدید را وارد کردند. در قندوز چه جریان دارد؟ مقاله هایی که در روزنامه چاپی امروز کابل رسیده است. سناتوران نگران از وضع امنیتی قندوز، هلمند و روزگان هستند. سه ولایت افغانستان در معرض تهدید جدی نامنی ها قرار دارد. اما در قندوز طالبان از کجا میشن؟ این قدر تلفات سنگینی که با طالبان در قندوز وارد میشه، دوباره یک بار دیگر چگونه طالبان در بگونه سمارقوار در شهر قندوز اینا سبز میکنن و میروند؟ یک تعداد دوستان از نزدیک حادثه از قندوز گفته بودند که طالبان کسانی هستند که در خود چهار اطراف شهر قندوز اینا مسکن دارند، خانه دارند، جا و مکان دارند و وقتی که
کندز با یک تهدید امنیتی مواجه میشه، دقیق طالبان میان اسلحهشان میگیرن و داخل شهر میشن و زمانی که اسلحهشان مرمی خلاص میکنند دوباره به بیل کلند برمیدارن و دوباره کشاور رایم دهقان میشن. این سرنوشت است که باش برش نقطه پایان داده شود در حکومت وحدت ملی افغانستان. همکارم آقای محمدی است که بر روزنامه چاپی امروز کابل میپرده و پیش که به خبرهای بیرون از افغانستان برگردیم. همکار عزیز صبح بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین، تشکر و صبح شما هم بخیر. سلام خدا تقدیم میکنم برای بیننده های عزیز تلویزیون جهانی نورین. امیدوار هستم که صحتمند باشین. قسمی که شما هم یادآور شدین، بیشتر سرخط روزنامه ها یکی سقوط ولایت کندز و دست گروه های طالبان است و در این حال حنیف اتمر هم یکی از کسانی است که در این اواخر از آقای رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی حمایت کرده و گفته کسانی که آقای کرزی توهین کردن با آنها باید برخورد قانونی صورت بگیرد. و البته این مسئله را چند روز پیش هم روش بحث کردیم که آقای کرزی در یکی از رسانه های خارجی که صحبت میکرد از طالبان به نحوی حمایت کرده بود و گفته بود که اگر یکی دو ولایت به دست طالبان سقوط میکند و یا هم طالبان اتباع افغانستان هم میتونند در هر نقطه و در هر مکانی که خواسته باشند زندگی بکنند و میتونند که در این کشور سکونت خود اختیار بکنند. اما مسئله کندز هم بسیار داغ است و عوامل عمده سقوط کندز البته اعضای مشران جرگه گفتند که ضعف استخباراتی و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول است. یعنی در کندز ضعف استخباراتی موجود است و همچنان افراد غیر مسلح مسئول که به هیچ ارگان دولت مربوط نمی شوند سبب شده تا کندز سقوط بکند. و البته درگیری های خیلی شدید در روز دوشنبه در کندز صورت گرفته بود و چندین نقاط مهم شهر کندز به دست گروه های طالبان سقوط کرده بود که بالاخره نیروهای کماندوی افغانستان موفق شدند و نیروها با هماهنگی دیگر نیروهای امنیتی روز گذشته البته سه شنبه بیشترین نقاط کندز البته و جاهای مهم شهر دوباره تصرف بکنند و به دست دولت قرار بگیرد. و همچنان شش ولسوالی اروزگان در محاصره طالبان قرار دارد. دهراوود، چارچنی، گیزاب، شهید اساس، چنارتو و خاص اروزگان محاصره و راه‌های آن مسدود شده است و جنگ در آن جریان دارد. البته در این اواخر جنگ و درگیری در بیشترین نقاط افغانستان جریان دارد و در حالی که کندز خیلی وضعیتش خراب است، در اروزگان عین شکل و در البته ولایت ننگرهار هم درگیری‌ها میان نیروهای مسلح مخالف دولت و نیروهای امنیتی جریان دارد. و همچنان در بخش بعدی هم نشست بروکسل، پیام افغانستان در بروکسل در برنامه توصیه‌ای سهم زنان را با مردان مساوی ساخته ایم. البته نشست بروکسل که امروز نشست اصلی صورت میگیرد بین کشورهای کمک کننده بر افغانستان و همچنان حکومت افغانستان در او سهم داشته. دیروز در حاشیه این نشست ها آقای رئیس جمهور غنی در افتتاحیه این نشست سخنرانی داشت و حرفایی را بیان کرد و گفت که زنان افغانستان در افغانستان فعلا در یک حالت بسیار خوب قرار دارن نسبت به گذشته و ما سهم زنان بیشتر میدانیم و در حکومت زنها سهم بیشتر دارن و بعد از این ضرورت نیست که مردها به نمایندگی از زنها حرف بزنن و زنها خودشان میتونن که مشکلات خود و حرفای دل خود بیان بکنن. و امروز هم قرار است که نشست اصلی بروکسل بین 70 کشور کمک کننده به افغانستان و 30 سازمان بین المللی برگزار شود و در این نشست قرار است که حدود 3.5 میلیارد دلار بر افغانستان تا 5 سال آینده کمک ها البته وعده داده شود. بله، البته اینها موضوعات مهم و داغ روزنامه های امروز کابل بود. دقیق و تا دقیق دیگر هم به روزنامه های بیرون از افغانستان و خبرهای کوتاه بیرون از افغانستان با همکارم آقای محمدی برمیگردیم. اما کشور در چنگال نابسامانی های سیاسی، این یک تحلیل تازه یک در روزنامه ماندگار و چاپ رسیده است نوشته کردن در مورد واکنش ها بین آقای صلاح الدین ربانی و حنیف اتمر. آقای صلاح الدین ربانی به مسابقه رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه که امروز و روز گذشته به نشر رسانده بود در رسانه و صفحات فیسبوک گفتن که ما از آقای کرزی دعوت نکردیم در یاد بود از شهادت استاد ربانی اشراق بکنند، بلکه این اصرار آقای کرزی به گونه شخصی بوده که ایشان در محفل حضور پیدا کردن و به نوع در صف اول هم ایشان نشسته بودند که به احترام
اعضایی که در اونجا اشتراک کردن صورت گرفت. اما یک تعداد افرادی که آمدن به گونه مرگ به کرزی بلند کردن، این به دلیلی بود که آقای کرزی ملا عمر مجاهد خطاب کرده بود و در زمانی که آقای امیر ربیع الله کلکانی را آوردن تدفین کردن و یک کمیته آمدن این کار انجام دادن. در واکنش به این مسئله هم در یکی از میدان‌های هوایی گفته بود که شما برین برای ملا عمر یک جای انتخاب بکنید و دوباره ملا عمر تدفین بکنید. این همه حرفا برخواسته از دیدگاه آقای کرزی بوده که با یک واکنش تند مردمی هم مواجه شده. اما آیا واقعا شورای امنیت ملی کارشی است که در مقابل رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلامیه صادر بکنه؟ یا نه، قضای کلان ما در افغانستان داریم که اقدامات جدی را باید روی دست بگیرد. این ها از بحثهایی است که بیشتر دنبال میشه. به بخش روزنامه های خارجی برمیگردیم. همکارم حضور داره که تازه ترین گزارش های از بیرون از افغانستان و روزنامه های چاپی امروز کابل هم به شما به خانش میگیره. بفرمایید همکار عزیز. در تحولات 24 ساعت گذشته در جهان، درگیری خشن پلیس افریقای جنوبی با دانشجویان. پلیس افریقای جنوبی روز سه شنبه در جوهانسبورگ پایتخت این کشور با دانشجویان معترض دانشگاه ویتس درگیر شدند و نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن مهاجر تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و به طرف تظاهر کنندگان گاز اشکاور شلیک کردند. در این حال دانشجویان نیز با سنگ و چوب به پلیس حمله کردند که در نتیجه گفته می شود تعدادی از نیروهای پلیس و همچنان تظاهر کنندگان در این درگیری ها البته زخمی شدند و از دانشجویان و همچنان دانشجویان افریقا دو هفته پیش با تظاهرات بر محوطه دانشگاه ها خواستار تحصیلات رایگان در این کشور شدند و اونها خواستند که تحصیلاتشان رایگان باشد و بدون تبعیض برشان زمینه مساعد شود تا اینکه تحصیلات خود ادامه بدهند. و البته این تحصیلات زمانی آغاز شد که دولت افریقای جنوبی هزینه ثبت نام دانشگاه ها را 8% افزایش داده، در حالی که میزان تورم در این کشور 6% است. و جیکوب زوما رئیس جمهور افریقای جنوبی هم از نیروهای پلیس خواسته کسانی که فضای مسالمت آمیز تظاهرات را به خشونت کشانیدند با آنها باید برخورد قانونی صورت بگیرد. و همچنان خبر تکان دهنده دیگر این که در انفجار انتحاری در یک مراسم عروسی در سوریه دست کم 25 نفر کشته شدند. تعداد قربانیان حمله انتحاری مراسم عروسی کردها در سوریه به دست کم 25 کشته و انجامید و همچنان 80 نفر در این مراسم زخمی شدند و تعدادی که البته از این زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت بیشتر از آنها وخیم گزارش شده و در این حال این انفجار البته ساعت 9 بامداد دوشنبه به وقت محلی در هسکمینه در شهر حسکه در شمال شرق سوریه رخ داد و بیش از 100 نفر در این مراسم اشتراک کرده بودند. مهاجم زمانی که وارد محفل میشه خود منفجر میسازه و مجریقه انفجاری خود انفجار میته که در این مراسم مهمانان و میزبانان البته به خاک و خون میکشانه و آنها را در اعضا فرود میبره و مسئولیت این انفجار هم البته گروه داعش به عهده گرفته. و خبر اخیر هم که از خبر اخیر از کشور ترکیه است، تمدید وضعیت اضطراری در ترکیه برای 3 ماه دیگر و تعلیق هزاران افسر پلیس از کار. البته پس از انجام کودتای نافرجام ترکیه که ماهای قبل صورت گرفت، مقام های ترکیه حالا 12800 افسر پلیس را که مربوط به رهبر مذهبی این کشور فتح‌الله گولن می شوند وظیفه‌هایشان را به حالت تعلیق قرار داده و سخنگوی دولت گفته است که دولت با موافقت کابینه تا 90 روز دیگر در این کشور حالت اضطراری اعلان کرده و مردم ترکیه هم از این حالت خوشبین هستند و گفتند که ما انتظار چنین روزی را داشتیم. و البته در فرانسه هم چنین یک اتفاقی رخ داده بود و خیلی یک اتفاق کوچک بود، اما دولت فرانسه تا 6 ماه وضعیت اضطرار در این کشور اعلان کرد و دولت ترکیه هم از امریکا خواسته است که آقای گولن را استرداد بکند از امریکا به ترکیه. البته اخبار مربوط به جهان بود که در 24 ساعت گذشته صورت گرفت. بخشی از خبرهای کوتاه بیرون از افغانستان هم می‌بینیم. تازه‌ترین اطلاعات که همکارم به شما در جیجان گذاشت، عناوین شب به گزارش‌هایش برمیگردیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم. تندر میدان خواهد شد. پلیس آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه در جوهانسبورگ پایتخت این کشور با دانشجویان معترض دانشگاه ویتس درگیر شد. نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. در مقابل دانشجویان نیز با سنگ و چوب به پلیس حمله کردند.
به گفته رسانه‌های محلی درگیری میان دو طرف منجر به زخمی شدن تعدادی از دانشجویان و نیروهای پلیس شد. دانشجویان آفریقای جنوبی از دو هفته پیش با تظاهرات در محوطه دانشگاه‌ها خواستار تحصیلات رایگان و بدون تبعیضند. این تظاهرات زمانی آغاز شد که دولت آفریقای جنوبی هزینه ثبت نام در دانشگاه‌ها را برای سال تحصیلی جدید 8% افزایش داد، در حالی که میزان تورم در این کشور 6% است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از نیروهای پلیس خواسته است با کسانی که به گفته او با سوء استفاده از اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان به خشونت‌ها دامن می‌زنند با شدت برخورد کنند. به تعداد افراد بیکار در اسپانیا در ماه سپتامبر سال جاری 22801 نفر افزوده شده تا تعداد کل این افراد به رقم 3,700,000 نفر برسد. پایان یافتن قراردادهای کاری موقت برای تابستان در بالا رفتن آمار بیکاری در کشور نقش داشته است. بخش خدمات از جمله هتلداری بیشترین آمار انعقاد قراردادهای فصلی را به خود اختصاص داده است. بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار اسپانیا، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال به رقم 20% جمعیت فعال این کشور رسیده است. مخالفت شهروندان کلمبیایی با توافق صلح دولت و رهبران فارک بحران جدیدی در این کشور به وجود آورده و نگرانی از تحرکات نظامی گروه‌های مسلح در کلمبیا را افزایش داده است. پدرو مدولین متخصص در حل بحران سیاسی در این باره می‌گوید: بعد از پیروزی کارزار نه، فکر می‌کنم حالا چالش اصلی بازنویسی این توافق است. رهبران فارک به روشنی تاکید کردند که قصد ندارند دوباره سلاح به دست بگیرند، اما ممکن است دیگر گروه‌های کوچک مسلح شورشی برای اثرگیری این تنش آماده بشوند. این نگرانی‌ها در حالی است که بلافاصله پس از اعلام نتایج این همه پرسی، رئیس جمهوری کلمبیا و رئیس نیروهای انقلابی فارک بر ادامه روند صلح تاکید کردند. دانیل گارسیا پنا، نماینده پیشین دولت کلمبیا برای صلح، در این باره می‌گوید: اوری به اکثریت طرفداران پاسخ نه میگویند اعضای فارک باید به زندان بروند و نمیتوانند وارد صحنه سیاسی کشور بشوند. شرایط تعیین شده از طرف آنها نه تنها برای فارک غیر قابل قبول است، بلکه برخلاف تمامی توافقات سیاسی است. رئیس جمهوری کلمبیا که روز دوشنبه استعفای سرپرست مذاکره کنندگان دولتی با فارک را رد کرده، تاکید کرده است مرحله جدیدی از این مذاکرات با رهبران فارک به زودی آغاز میشود. دادگاه رسیدگی به اتهامات مظنونانه به قتل بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه و یکی از مخالفان ولادیمیر پوتین، روز دوشنبه در مسکو آغاز شد. این پنج نفر که متهم هستند بوریس نمتسوف را در روز 27 فوریه 2015 به قتل رساندند، اهل روسیه و چچن هستند. تعداد قربانیان حمله انتحاری به مراسم عروسی کردها در سوریه به دست کم 25 کشته و 80 زخمی رسید. مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و حال شماری از آنها وخیم گزارش شده. این انفجار مرگبار ساعت 9 بامداد دوشنبه به وقت محلی در حسکه در شمال شرق سوریه رخ داد، هنگامی که بیش از 100 نفر در این مجلس عروسی حضور داشتند. مهاجم با ورود به این مراسم جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد و میزبان و مهمانان را به اذان نشاند. گفته می شود داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. طوفان سهمگین متیو به جزایر کارائیب نزدیک شد. هایتی، فقیرترین کشور منطقه، احتمالاً متحمل بیشترین خسارت‌ها شود. شهردار پایتخت خواستار تخلیه 15,000 تن از ساکنان مناطقی شده که در معرض خطرند. اینجا ما می‌دانیم که طوفان در راه است و در حال آماده سازی خود هستیم. ما به شیوه‌های مختلف به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم و آنها را در جریان اوضاع قرار می‌دهیم. طوفان ماتیو با سرعت 220 کیلومتر در ساعت در حرکت است. پیش بینی می شود این طوفان با بارش سنگین باران تا ارتفاع 102 سانتی متر همراه باشد. در جامائیکا قبل از رسیدن طوفان بارش یکباره باران و جاری شدن سیل موجب بسته شدن جاده های اصلی شد. در این کشور وضعیت هشدار نارنجی اعلام شده. پیش بینی می شود این طوفان سهمگین روز سه‌شنبه سواحل کوبا را در نوردد و پس از آن روز پنجشنبه احتمالاً به فلوریدا در آمریکا برسد. ساکنان جزایر کارائیب خود را از هر نظر آماده مقابله با این طوفان قدرتمند می کنند.
کودتای نفرجام ترکیه همچنان قربانی میگیرد. مقامات ترکیه 12800 افسر پلیس را به ضمن ارتباط با فتح‌الله گلن و شبکه او از کار معلق کردند. همزمان سخنگوی دولت ترکیه از موافقت کابینه با تمدید وضعیت اضطراری برای 90 روز دیگر خبر داد، آنچه ظاهراً برخی شهروندان این کشور انتظارش را داشتند. فرانسه پس از اتفاقی کوچک برای 6 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. ما انتظارش را داشتیم که برای 3 ماه دیگر تمدید شود. این اقدام کاملا عادی است. دولت ترکیه فتح‌الله گلن یار سابق رجب طیب اردوغان را به طراحی این کودتا متهم کرده و از آمریکا خواستار استرداد او به ترکیه شده. حالان که گلن که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، این اتهام را رد می‌کند.